کشور ما افغانستان با قدمات تاریخی که داره تولیدات زراعتی، غذایی، صنایع دستی و سنگ‌های قیمتی را داره که کیفیت خاص به خصوص خود دارن که با داشتن این کیفیت خاصشان میتونن به بسیار سادگی من حیث یک نشانه جغرافیایی ثبت شوند که ثبتش من حیث نشانه جغرافیایی در حقیقت باعث بالا رفتن ارزششان در بازارهای ملی و بین المللی شده میتونه. خوشبختانه با کمک تخنیکی دفتر FAO و همکاری مالی اتحادیه اروپا برای اولین بار در افغانستان سیستم نشانه های جغرافیایی در دفتر ثبت مرکزی و مالکیت فکری وزارت صنعت تجارت در حال تاسیس می باشم. پروژه چیزی که از ماه می سال 2019 به طرف دولت تطبیق می باشه از طرف دفتر FAO یک سلسله فعالیت های را انجام دادند که فعالیت ها شامل ترتیب مسوده و مقرره نشانه جغرافیایی هست و همچنان در بخش های کنترل نشانه جغرافیایی بعضی از اسناد که هست ترتیب شده و همچنین منوال ها و رهنمود ها هم به خاطر ارزیابی و همچنان در مورد نشانه جغرافیایی ترتیب شده و بر علاوه سه نوع اقلام زراعتی من حیث اقلام اولیه بر ثبت نشانه جغرافیایی انتخاب شده که اقلام شامل زعفران هرات باستان از ولایت هرات می باشد و دو اقلام دیگه هم جلغوزه اسپیرموس داخل ولایت خوست و انار ارغنداب ولایت قندهار می باشد. بر هر یکی از این اقلام انجمن های حمایت از نشانه جغرافیایی مربوطه تأسیس شده که انجمن ها متشکل از دهقان ها، پروسس کننده ها و تاجرای تولیدات مشخص می باشه تا که تمام امی زنجیره ارزش بتانن به صورت یک جا از نشانه جغرافیایی خود مدیریت بکنن و این نشانه جغرافیایی را به سطح ملی و بین المللی به ثبت برسانن. مؤسسه محترم FAO و همچنان پروژه GI تقریبا خوب به یاد ما هست. دو سال پیش ما شروع کردیم به جلسات در قسمت از اینکه یک انجمن ساخته شد و تحت نام نشانه های جغرافیایی زعفران هرات باستان و خوشبختانه رایزنی های بسیاری صورت گرفت و بعضی از ترینینگ های خیلی بزرگ در سطح هرات و کابل روی دست گرفته شد از طرف مؤسسه محترم FAO و همچنان پروژه GI. همکاران بسیار موفق مؤسسه محترم FAO و انجمن نشانه های جغرافیایی زعفران هرات باستان و همچنان پروژه GI و همکاری همدیگر اینا توانستند که کارهای بسیار عمده و همچنان ویژه در قسمت ایجاد ترینینگ ها و فهماندن ای که از چی طریقه میتونیم بار انبار کنیم برای معرفی کردن بهتر زعفران هرات باستان من ایس یک نشانه جغرافیایی برتر در سطح جهان و ما خیلی خوشبین هستیم و تشکری میکنیم از مؤسسه محترم FAO دیه اروپا که تانستند به همکاری همدیگر چونین یک پروژه که انشالله یک دید مثبت و با انگیزه از طرف دیاقین و تجار به این وجود داره رو اندازی کنن در افغانستان و بکنن زعفران هرات باستان به سطح جهان انشالله نامی رو برافراشته کنن. جای دارم که از دفتر محترم FAO پروژه GI و اتحادیه اروپا که تمویل کننده اصلی این پروژه است تشکری کنیم که زمینه هیر مساعد ساختن که ما بتونیم زعفران هرات باستان در بازارهای بین المللی به شکل اساسی هان معرفی و در دسترس آخرین مصرف کننده زعفران قرار بدیم و از آن جایی که شما میبینید که علاقمندی سکتورهای تولید کننده، پروسس کننده و تجار زعفران برای جی آی زیاد شدن، اینا با یک شوق اشتیاق خاص به این انجمن پیوستن، با آن هم برای تطبیق پلان‌های انجمن و برای رسیدن به کلبه‌های مرفه و اهدافی که در این انجمن طرح‌ریزی شدن ما نیاز به همکاری‌های مالی داریم و پروژه به شکل دوامدار باید ما را یاری رسانند تا اینکه ما بتونیم به شکل درست اساسی پلان‌هایی که طرح‌ریزی کرده‌ایم را تطبیق کنیم و یک دستاورد خوب داشته باشیم.